درسته که توتی یه حیوان خونگی خیلی پرطرفداره توی کشورهای مختلف، حتی مثل کشور خودمون ایران، و افراد زیادی اونا رو سرپرستی میگیرن به عنوان حیوان خونگی. ولی اینو باید بدونید که محیط زندگی توتی ها معمولا کشورهای استوایی و گرمسیره، و حتی که توتی توی کشوری مثل ایران خودمون یا حتی کشورهای سردی مثل مثلا روسیه و فنلاند به دنیا اومده باشه، بازم ترجیح میده که توی آب و هوای گرم زندگی کنه تا یه جای سرد و خوش. آدمای سرد، سرما برای توتی‌ها دمای مناسبی نیست. ما توی این ویدیو میخوایم بهتون شرایط مهم و نکات اصلی نگهداری توتی‌ها فصل زمستون رو آموزش بدیم که توتی شما توی فصل زمستون به مشکل بر نخوره و به یاد بگیرید که چجوری باید ازشون توی فصول سرد نگهداری و مراقبت کنید که خدای نکرده پرنده عزیزتون مریض نشه. من کیانام، اینجا توتی خونه است. توتی خونه مرجع جامعه و کامل نگهداری و مراقبت از پرندگان زینتیه. قبل از هر چیزی اگر به محتوای کانال ما علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. اکثرا فکر میکنن چون توتی ها پر دارن در برابر سرما مقاومن و مشکلی براشون تو سرما پیش نمیاد، ولی اینو باید بدونید که توتی اصلا تحمل هوای سرد نداره و خیلی زود مریض میشه. واسه همین یه سری نکات هست که باید توی فصلهای سرد مثل زمستون رعایت کنید تا خدای نکرده پرنده عزیز شما دچار مشکل نشه، مریض نشه. بچه‌ها یه چیزی که خیلی مهمه محل قرار گرفتن قفس پرنده است یا آفتاب گرفتن میشه. ما اکثرا عادت داریم که پرندهمون رو میذاریم مثلا تو بالکن یا پنجره رو باز میکنیم که آفتاب بگیرن، خیلی هم براشون مفیده. ولی حواستون باشه که زمانی که هوا سرده، حالا چه تو زمستون چه تو فصلهای دیگه، وقتی که هوا سرده اصلا پرنده رو بیرون نذارید، پشت پنجره نذارید، چون سرما خیلی سریع میتونه بهشون شوک وارد کنه. این باعث میشه که پرنده شما خدای نکرده سرما بخوره یا عفونت‌های تنفسی بگیره، براش مشکل ایجاد بشه. به خاطر همین بهتره که توی فصلهای سرد یا هوای سرد اصلا پرندهتون از خونه بیرون نبرید تا خدای نکرده اتفاقی براش نیفته. بچه برای تامین ویتامین ها و کلسیم مورد نظر پرندهتون توی فصل سرد بهتره که از مکمل موجود استفاده کنید. و اینکه اینم بدونید که پرنده ها هم وقتی به سرما حساسن به گرما هم حساسن، پس بهتره قفس پرندهتون رو کنار پرکیج و شومینا و بخاری قرار ندید، یه جایی نذارید که خیلی گرم باشه، چون همونقدر که سرما براشون مشکل ساز میشه گرما هم امکان داره براشون مشکل ساز بشه. و اینکه اینم در نظر بگیرید که چون سرما هوای سرد سنگین تر از هوای گرمه، اگر شما قفس پرندتون رو توی ارتفاع بالاتر قرار بدید دمای گرمتر میتونید براش فراهم کنید. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که رطوبت برای پرنده ها خیلی خوبه. بهتر رطوبت کافی رو برای پرندتون فراهم کنید، چون برای این کار میتونید یا از دستگاه بخور استفاده کنید یا اینکه یه کاسه آب رو بذارید روی بخاری یا هر وسیله گرمایشی که دارید که اون آب بخار بشه و رطوبت لازم به پرندتون برسونه. حالا یه سوال بچه‌ها، شما فکر میکنید رژیم غذایی پرندتون توی زمستون باید متفاوت باشه با فصلهای دیگه؟ این قضیه درسته به شرط اینکه هوا سرد باشه. آره، پرنده‌ها توی دمای سرد کالری بیشتری می‌سوزونن، به غذاهای پرکالری و انرژی ساز نیاز دارن. ولی از اونجایی که خونه‌های ما همه گرمه، توش پکیج هست، توش وسایل گرمایشی هست، احتیاج به این قضیه ندارن، به خاطر اینکه اگر شما به اینا بخواید غذای پر انرژی بدین، پر کالری بدین، تنها اتفاقی که واسه پرندتون میفته اینه که چاقتر میشه. پس میتونیم همون رژیم غذایی معمولیتون داشته باشیم تو زمستون، فقط باید به چند تا نکته توجه کنید که توتی ها مثل آدم ها باید طب غذایی معتدلی داشته باشن و بهتر شما برای توتیتون از غذاهای سرد خیلی استفاده نکنید، مثل کاهو و خیار و اینا. میتونید از میوه های که طبع گرم تایی دارن استفاده کنید، مثل سیب، خیلی هم مفید و خوبه براشون. به این نکته حتما دقت کنید. در ضمن بچه یادتون باشه آب پرندتون حتما زود به زود عوض کنید، چون آب مونده میتونه اثرهای خیلی بد روی بدن پرندتون بذاره. آب تازه خیلی مهمه، حتما حتما به این نکته اهمیت بدید که آب پرندتون همیشه تازه باشه. بچه مورد دیگه که خیلی مهمه آب تنی کردن پرندتون. همه میدونید که آب تنی کردن همون برای پرنده خیلی لازم و خوبه، باعث
شادابی فراشون میشه، خیلی براشون مفیده. اگر دمای خونه شما گرمه، میتونید همون مقدار که تابستون یا توی فصل گرم پرندتون رو میبرید همون، همونقدر بهشون اجازه بدین که آبتنی کنن یا روشون اسپری کنید آب. هفته یکی دو بار برای توتی آبتنی کردن کافیه. بهتره این کار رو بین ساعت 11 تا 2 انجام بدید. خدای نکرده پرنده شما مریض نشه. و اینکه برای آبتنیشون شما میتونید یه ظرف کمپین با آب بذارید که خودشون آبتنی کنن. اگر علاقه نداره یه فرق شاید پرندتون آبتنی نمی کنه، آب رو بدنشون اسپری کنید. هفته یکی دوبار هم کافیه. مورد بعدی که میخوام با هاتون درباره صحبت کنم چکاپ پرنده هاتونه. اگر مورد حادی نیست، بهتر پرنده تونو برای چکاپ به صورت خصوصی نبرید که خدای نکرده که سرما مریض نشن. میتونید از روش جایگزین استفاده کنید، تلفنی با متخصصتون در ارتباط باشید یا به صورت آنلاین باهاش تماس بگیرید و مشاوره های لازم رو ازش بگیرید. بچه همونطوری که میدونید اپ توتی خونه به شما امکان اینو میده که مشاوره آنلاین داشته باشید با متخصصان ما یا اینکه سوالات خودتون از طریق چت بپرسید و در کمترین زمان پاسخ سوالتون رو دریافت کنید. همینطور اگر شما مکملی احتیاج دارید برای پرندتون، میتونید اونو از طریق اپلیکیشن ما سفارش بدید و ما اونو در کمترین زمان ممکن براتون به درب خونه ارسال میکنیم. بچه اپلیکیشن توتی خونه رو میتونید از لینک داخل دیسکریپشن دانلود کنید. خب بچه خیلی ممنون که اینجا با ما همراه بودید. اگر ویدیو دوست داشتین حتما اونو لایک کنید، برامون کامنت بذارین، سوال خودتون رو بپرسید. اگر کانال ما سابسکرایب نکردیم حتما سابسکرایب کنید و اگر از محتوای کانال خوشتون میاد اونو با دوستای خودتون هم به اشتراک بذارید. خیلی ممنون، تا ویدیو بعدی، خدافظ.